حضرت نوح 950 سال دعوت کرد و ما آمن معه الا قلیل. حالا شروع کرده است به کشتی ساختن در خشکی، چیزی است که مایه مسخره همه کسانی می شود که به آن نگاه می کنند. کلما مر علیهم ملأ من قومه فخروا من، این مسخرگی ها را تحمل کردند. اونها که نمی دانستن کشتی برای چی، نیومدن پیش پیغمبرشون فشار بیارن که آقا این چه کاریه می کنی، تحمل کردند. بعد هم باران شروع کرد باریدن، آب از زمین جوشیدن. نوح گفت حالا سوار شد. سوار شدن، جوری هم سوار شدن که معلوم است دنیا باید سر تا سر آب گرفته بشود. قل نحن فیها من کل زوجین اثنین و اهلک. اینها سوار کشتی شدن، دنیا رو آب گرفت، انسانها غرق شدن، حیوانها نابود شدن. این جمع برگزیده مؤمن اطراف حضرت نوح موندن. حالا بناس پیاده بشوند در دنیایی که دیگه مستکبرین و ملع و مترفین نیستند، زندگی اسلامی و الهی خودشان را شروع کنند. امتحان کفار تمام شد، اما امتحان مؤمنین هنوز تمام نشده. یک امتحان همین بود که در مقابل سختی ها صبر کنند. این امتحان دوران سختی بود، امتحان دوران شدت. این امتحان را گذروندن. گاهی امتحان دوران شدت راحت تر از امتحان دوران رخا و رفاه و آسایش. قرآن می‌فرماید قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. اما یک عده دیگری، یعنی از همونهایی که با تو بودن، اونها را اول بهره‌مند می‌کنیم و به دنبال چشیدن مزه امنیت و رفاه و آسایش یمسهم منا عذاب علیم، یعنی در امتحان اونها بد عمل خواهند کرد، خواهند برید در امتحان الهی. این امتحان دوران رخا است. چی میتواند از این امتحان سر بلند در بیاد؟ مردم با تقوا. این العاقبة للمتقین.